نیروهای ویژه، پروژه جدید آمریکا در شمال افغانستان. بینندگان گرامی، درود و سلام بر شما. نیروهای ویژه، پروژه جدید آمریکا در شمال افغانستان. طالبان همکاری خود را با یک یار قدیمی، ایالات متحده آمریکا تجدید میکنند. اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که مقامات آمریکایی به خصوص مدیران ارشد CIA چندین نوبت با سران طالبان در کابل، اسلام آباد و قطر دیدار کرده و توافق‌های میان جانبین به میزبانی ISI صورت گرفته است. موضوعات شمال: حضور نیروهای ویژه CIA، ایجاد جبهات تروریستان در شمال افغانستان، آموزش گروهک‌های تروریستی برای اجنداهای آینده و ایجاد مزاحمت‌های امنیتی برای چین و روسیه در محور این دیدارها قرار داشته است. قرار معلومات: طالبان به عنوان مزدبگیران مانند هتل دارانی که مسافرخانه دارند در خدمت مهمانان آمریکایی خود بودند. دوره های این دیدارها از قبل و از زمان سفر ملای یعقوب وزیر دفاع طالبان به قطر شروع شده و در ماه اکتبر توافقات خیلی مهم میان آمریکایی ها و طالبان صورت گرفته است. این دیدارها نه تنها زمینه ساز توافقات و همکاری ها میان طالبان و آمریکایی ها بوده است، بلکه زمینه را برای حضور گرم و استخباراتی آمریکا نیز مساعد ساخته است. قرار اطلاعات درج کرده که صحت و سقم آن به درستی معلوم نیست، به تاریخ 6 ماه اکتبر دیدار معاون اپراتیوی CIA کیت الیزابت، توماس وست نماینده آمریکا برای افغانستان و عبدالحق وسیق رئیس اداره استخباراتی و معاون اپراتیوی استخبارات طالبان به نام حفیظ مجید در کابل در هتل سرینا صورت می‌گیرد. قبل از آن الیزابت کیت با ندیم انجم رئیس ISI در راولپنگی ملاقات می‌کند و زمینه دیدار با طالبان فراهم می‌شود. این ملاقات به تاریخ 7 ماه اکتبر است و هنوز آمریکایی‌ها به کابل نیامده‌اند. بعداً ملاقات میان ویلیام برنس رئیس CIA با جنرال قمر باجوا در ویرجینیای آمریکا در مقر سازمان CIA صورت می‌گیرد و ترتیبات ملاقات‌های بعدی با طالبان چیده می‌شود. در این ملاقات‌ها روی موارد اساسی میان جوانب پاکستانی ها و آمریکایی ها و متعاقب آن میان طالبان و آمریکایی ها صورت می‌گیرد. توافق می‌شود تا زمینه‌های همکاری اطلاعاتی و میزبانی نیروهای ویژه CIA در شمال افغانستان توسط طالبان مساعد شود و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نیروهای بخش ویژه CIA که مخفف آن SAD است نیز در شمال افغانستان مستقر شوند و کانتینرهای کانس که امکانات و تسهیلات رهایشی دارد توسط ملای یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در آخرین سفر وی به شمال انتقال داده می شود. موضوعی که چند روز پیش مطرح شده، گویا اینکه طالبان وسایل و تجهیزات نیروهای آمریکایی را از فرودگاه نظامی بگرام بیرون می کشند، حقیقت دارد، اما نه به طرف جنوب بل به شمال افغانستان آن را فرستاده اند و آن هم تجهیزات حساسی را که قبلا به فرودگاه نظامی بگرام انتقال داده شده و طالبان چندی پیش آن را تحویل گرفتند. ماموریت طالبان این بود است تا این تجهیزات را امانت در مناطقی که امریکایی ها در شمال اهدافی را می خواهند پیاده کنند و اجرایی بسازند. امریکایی ها با این کار می خواهند در پروژه اطلاعاتی و مخوف را که ابزار آن تروریسم بین المللی است را زیر نقاب طالبان انجام دهند و آن را اجرایی سازند. جزئیات و تحلیل ها از نحوه و گونه اهداف امریکا از این کار در افغانستان به طور خلاصه شامل موضوعات ذیل می شود. اول، جابجایی بخش عملیات های ویژه CIA به شمال افغانستان که بین 2 تا 3 هزار نفر تخمین می شود، یک تاکتیک جدید امریکایی ها در تبانی نزدیک با ISI و طالبان است. این واحد ویژه CIA وظیفه آموزش نیروهای جنگی گروه های تروریستی خارجی را که در شمال افغانستان حضور دارند و دارای قوای منظم هستند به عهده خواهند داشت. CIA تلاش می کند که تا استقرار این نیرو در شمال افغانستان از انظار عامه پنهان بماند
و از همین رو تلاش می شود تا ظاهر و چهره های افراد CIA طوری عیار شوند تا گمان حضور خارجی ها آن هم امریکایی ها در مورد آن جدی نباشد و جلب توجه نکند. این نیروها بر علاوه آموزش گروه های تروریستی در افغانستان و آن هم در شمال این کشور که نزدیکی با مرزهای آسیای میانه و چین دارد، پروژه مشوردهی و راه اندازی عملیات های خرابکارانه را در قلمرو چین و روسیه و کشورهای آسیای مرکزی مدیریت خواهند کرد. دوم، آرایش نیروی تروریستی که دارای صنوف مختلف بوده و امکان می‌دهد تا این نیروها کدام با اقلیت قابلیت مجازا و توانمندی ضربه وارد کردن به دشمنان امریکا در منطقه را داشته باشند، استفاده از کارت گروه های تروریستی در منطقه، تجمع فکری و انسجام فیزیکی آنها، ایجاد روابط شبکه وار از اهداف اساسی نیروها محسوب می‌شوند. CIA می‌خواهد با حضور مستقیم در میدان این پروژه را مدیریت و نظارت کند. سوم، کار روی ضربه وارد کردن به اهداف پروژه یک کمربند یک جاده است که توسط چین روی دست گرفته شده است تا این پروژه با تهدیدهای جدی امنیتی مواجه شود و چین نتواند قدمهای بعدی را در تسخیر بازارهای اقتصادی در مسیر راه این پروژه بردارد. این کار عمدتاً توسط نیروهای تروریستی که به نامهای مختلف یاد می شوند و تحت پوشش استخباراتی آمریکا و چتر حمایتی آن قرار دارند صورت خواهد گرفت. چهارم، ایجاد جبهه دوم و سوم جنگ در ورای آسیای مرکزی و مرزهای شمال افغانستان مرحله بعدی کار این نیروها خواهد بود. تجمع بی سابقه نیروهای تروریستی خارجی در شمال افغانستان از قدیم گمان زنی های زیادی را در خصوص آبستن تحولات مهم در این منطقه نشان می داد. مسئله اوکراین برای آمریکا بسیار جدی است و روسیه کماکان به فشار نظامی تاکید دارد. جنگ مرحله فرسوشی به خود گرفته و بنبست به وجود آمده است. برای شکستاندن این بنبست یک جانب باید شکست را قبول کند. قبول شکست اوکراین به نفع امریکا نیست. پس باید روسیه شکست بخورد و امریکا برنده میدان شود. این شکست با فشار از جنوب روسیه و از حوزه افغانستان میسر است. پنجم، CIA تلاش میکند تا بر علاوه مزاحمت به پروژه یک کمربند یک جاده چین، منطقه واخان را از کنترل چین بیرون کند. واخان در شمال شرقی افغانستان و متصل منطقه قاشقر است که مرز اصلی و یگانه راه عبور میان چین و افغانستان محسوب می شود و برای این کار قبلا با طالبان و پاکستان کار صورت گرفته و توافق شده است. چنانچه کاخ سفید اعلام کرد که ماه گذشته همکاری طالبان در مبارزه بر ضد تروریسم پیشرفت‌های داشته است. طالبان که هنوز در برابر نیروهای تروریستی خارجی اقدام نکرده‌اند، تنها کاری که طالبان انجام داده‌اند انتقال تروریستان از یک ولایت به ولایت دیگر افغانستان بوده است. مثلا برای فعلا به اساس فشار چین که خواستار اقدام قاطع طالبان در برابر اویغورهای تروریست و جنبش اسلامی ترکستان شرقی شده است، طالبان حاجی عبدالحق ایغوری و حاجی فرقان را که اسران جنگجویان ایغوری هستند از ولایت بدخشان و تخار به ولایت بغلان انتقال داده و هر دوی آنها فعلا در مهمانخانه ریاست امنیتی ملی بغلان حضور دارند. به همین ترتیب سایر گروه های تروریستی که ابزار مناسب برای این بازی باشند تحت حمایت لوجستیکی طالبان و منابع مالی پاکستان به اشاره امریکا به خصوص CIA به میدان آورده شده و استفاده می شوند. برای فعلا اجرای ساختن این پروژه توسط مشاورین ISI در استخبارات طالبان صورت می گیرد. تخمین ها حاکی از حضور 200 تا 300 مشاور پاکستانی در ادارات مهم طالبان است که عمدتاً در وزارت های مالیه، وزارت دفاع، داخله و استخبارات حضور دارند و همکاره حساب می شوند. این پروژه در واقع فاز اجرایی و عملی تطبیق برنامه هایی است که قبلا در مورد آن هشدار داده شده بود و هدف نهایی آن ناامنسازی و ایجاد مزاحمت های امنیتی برای چین و فدراتیف روسیه انبان می شد. حال دیده شود که اقدام بعدی و حضور مستقیم 2 تا 3 هزار افراد CIA در شمال افغانستان، آن هم در تحت حکومت امارت اسلامی طالبان، چگونه توجیه می شود و چطور طالبان جرأت خواهند کرد تا دوباره هیاهوی شکست امریکا و استقلال افغانستان را از آن جشن بگیرند. فقط گذشت زمان و روشن شدن ابعاد این بازی مخوف استخباراتی می تواند پاسخ مناسب به آن بدهد و بس. با این حال، وقتی که امریکا تمام مطالبات و همکاری های خود را در مرحله عملی و اجرایی قرار می دهد، چین و روسیه بی‌تفاوت نخواهد ماند.
یعنی اگر امریکا طالبان را حمایت و به رسمیت بشناسد، بدون تردید چین و روسیه از مخالفین طالبان حمایت خواهد کرد. و بالعکس اگر چین و روسیه از طالبان حمایت کنند، امریکا از مخالفین طالبان حمایت می کند. با این بازی ها افغانستان بار دیگر میدان رقابت های کشورها قرار می گیرد و دامنه جنگ روز به روز گسترده شده و مردم ما قربانی و کشور ما ویرانتر خواهد گردید. از توجهتان جهان سپاس، وقتتان خوش، خدا نگهدارتان.